موشکاف. سلام به همه همسفرهای همیشگی موشکاف. آقا این روزا عظما با صورت چپ شده تو منقل نامبارک، سوزش قدنامه و احمد شهید و پارلمان اروپا یه طرف، سوزش سیلی افشای ابو طالبی یه طرف. ببین کار به کجا رسیده که ابو طالبی هم واسه سیدعلی زهرخورده تبدیل به بحران شده. فقط حمید ابو طالبی. این آخرین حرف وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به مخالفت آمریکا با حضور نماینده ایران در سازمان ملل است. زرشک، بی ابو طالبی هرگز، با ابو طالبی اصلا فکرشم نکن. مثلا میخوان بگن قاطعیت نظام خش بر نمیداره، این که شنیدی جست تیویریش بود، اینم فیگور افخم الملوک. از نظر ما سفیرمون معرفی شده و برای کارهای اون اقدامات اداری انجام شده. افخم الملوک، چشم بسته قیب گفتی. خب عمه جان منم که میدونه سفیر رو معین کردی، ریل اداری هم که نوبر نیست، جواز کفن و دفن مرحوم ابدی دکتر بزن بهادر هم ریل اداریشو طی کرده، این که نشد موضع‌گیری قاطع، یه موضع مقتدرانه بگیر لااقل. ما اعتقاد داریم آمریکایی ها این اقدام رو به این جهت انجام دادن که چون جمهوری اسلامی ایران مقتدر با استدلال و منطق وارد مذاکرات شد، هم حق هسته‌ای خودش رو حفظ کرد، هم خطوط قرمز نظام رو رعایت کرد. راست میگه، از زانوهای خونی و چش و چال کبود سیدعلی که بگذاریم، زهرخوریش خیلی مقتدرانه بود. از اون مقتدرانه تر توصیه جماعت جام زهریه که از ترس چپ شدن میز میگن ابو طالب رو بیخیال شو. ابو طالبی استعفا دهد تا این قائل خاتمه یابد. اگه تیغ کشای عظما این حرفا رو بشنون، رگ گردنشون مثل شیلنگ باغچه ما میزنه بیرون. اینجوری این که به دولت توصیه شود حتی از معرفی نماینده جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل به خاطر مخالفت آمریکا اصرار نکند و کوتاه بیاید، مقاومت در برابر زیاد خواهی و زورگویی های آمریکا نیست، وادادگی سیاسی است. آقا مسئلتون مسئلتون، حالا تو این هیرو بیری وسط این بکش بکشا، بعد از تودنی که عظما خورده، داستان مذاکرات چی میشه؟ عظما بازم زهر رو میخوره یا میز چپ میکنه؟ آقا جواب سوال ما رو کی میده؟ جان؟ سفیر آمریکا تو سازمان ملل به حق چیزایی نشنیده؟ مذاکرات راجع به برنامه اتمی ایران با وجود تصمیم واشنگتن در بلوکه کردن ورود سفیر جدید ایران به نهاد جهانی سازمان ملل بلا وقفه ادامه دارد. عجب تو سری محکمی بود شیخ بری، اینو باید به حساب همونی بنویسی که سیلی ابو طالبی رو تو بناگوش تو و علی باپور نباخت، دستش درد نکنه. اوزی کار تمومه، این سرنوشته. موشکاف.